کسانی هستن که نه دچار شلوغی دندان هستن نه کمبود دندان دارن، به خصوص توی دندون‌های بالا یا پایین، دو تا دندون جلویی فاصله خیلی زیادی هست که از نظر زیبایی خودشون با این مسئله مشکل دارن و میخوان این کامل پوشیده بشه. نظر شما چیه؟ ایمپلنت بکنن، چه کاری انجام بدن برای اینکه فاصله بین دندون‌ها از بین بره؟ ما باز هم به اینا توصیه ارتودنسی رو میکنیم، به خاطر اینکه میتونیم دندون‌ها رو به کنار هم دیگه نزدیکشون کنیم. وقتی دو تا دندون رو به هم نزدیک میکنیم، کناری‌ها رو همینطور، کناری‌ها رو همینطور، از عقب این دندون‌ها رو به هم دیگه نزدیک میکنیم. البته بعضی از همکاران پیشنهاد میدن که اون فاصله رو با ماده سفید ببندیم. من خیلی توصیه به ماده سفید نمی‌کنم. اون ماده سفید به اسم کامپوزیت معروف هست. چرا؟ بر صورت کامپوزیت ممکنه یه روزی بیفته، تغییر رنگ بده، کمی زرد بشه. کامپوزیت اگر خوب هم پرداخت بشه ممکنه که به لثه آسیب برسونه. بهتره که دندان‌ها با همون حجمی که دارن اون فضا رو ببندن، یعنی من چیزی بهشون اضافه نکنیم، چیزی ازشون کم نکنیم، دندان‌ها سطح زیر تراش نبریم، چون وقتی دندان رو تراش میدیم میره بله. دیگه مینا نمیمونه، یعنی غیر قابل بازگشته. ولی وقتی دندون‌ها رو حرکت میدیم چیزی رو ما کم نکردیم، حجم دندون رو از یک منطقه به منطقه دیگه آوردیم. یعنی فاصله رو که بین دو دندان وجود داشته، این فاصله رو تونستیم به هم دیگه نزدیک کنیم، به هم دیگه بستیم، به هم دیگه چسبوندیمشون، چیزی رو از دست ندادیم. تشکر میکنم. پس تاکید جناب آقای دکتر اینه که تا جایی که ممکنه از جسم خارجی استفاده نکنیم برای کم کردن یا اضافه کردن به دندون هامون، تا جایی که ممکنه از ارتودنسی از دندون های خودمون و فکمون کمک بگیریم.